سلام، با محور امشب خوش آمدید. من نثار نبیل تا یک ساعت دیگر مزمون شما در این برنامه هستم. وزیر خارجه پاکستان تعامل جامعه جهانی را با امارت اسلامی مشروط به مبارزه با هراس افغانی، رعایت حقوق بشر و حق آموزش بانوان میداند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی و حکومت سرپرست در افغانستان میخواهد که با هم تعامل کنند و از تکرار اشتباهات گذشته دست بردارند. همزمان با این رئیس سازمان همکاری اسلامی میگوید که برای از میان برداشتن مشکلات بانوان در بخش آموزش با حکومت سرپرست افغانستان رایزنی خواهد کرد. اما سخنگوی امارت اسلامی تاکید میکند که حکومت سرپرست برای تعامل با جامعه جهانی نمیتواند از اصول اسلامی و شرعت بگذرد. در همین حال نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که پس از این واشنگتن موضع حقوق بشر را در مرکز تعامل و گفتگوی خود با طالبان و افغانها قرار خواهد داد. توماس ویست از اوضاع حقوق بشری به ویژه زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است. اما سخنگوی امارت اسلامی نقض حقوق بشر را در افغانستان رد میکند و میگوید که آمریکا باید بر بنیاد معیارهای جهان و اصول دیپلماسی با کابل تعامل کند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که زنان و دختران افغانستان در بخش‌های گوناگون مانند آموزش، کار و گشت و گذار با محدودیت روبرو هستند. توماس وست میگوید که پس از این موضوع حقوق بشر در افغانستان مرکز تعامل و گفتگو میان واشنگتن با کابل قرار خواهد گرفت. اضافه باورن که افغانستان آمریکا پر طول حق باسونو چی سیاست واقعی که داخل نوی خبری و کمی بشری حقونه در افغانستان و نوری ترمز دیواصل بهترین نکته که داشت. همزمان با این رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل میگویند که به پشتیبانی شهروندان افغانستان ادامه خواهند داد. در حال حاضر نصف جمعیت افغانستان زنان و دختران هستند. در شرایط کنونی در قرن 21 ما خواستار حقوق اساسی و انسانی خود هستیم. صنفی از دهم هستم، میخواهیم که دوباره پس مکتبا شروع شوه و هر روز سر صنف خود بیایم درس بخوانم. کابل نقض حقوق بشر در افغانستان را رد می کند و می گوید که خواهان رابطه خوب با آمریکا است. ذبیح الله مجاهد می گوید که آمریکا با کابل بر بنیاد معیارهای جهان و اصول دیپلماتیک وارد تعامل شود. روابط خود را هم با مردم افغانستان و با امارات اسلامی افغانستان باید به اساس نرم‌های بین‌المللی و اصول دیپلماتیک در دنیا اساس بگذارند و با مو اساس با ما روابط داشته باشند. موضوعات حقوق بشر و بعضی تعریف ها که در متشورای مختلف تفاوت های خود داره. به باور برخی از آگاهان مسائل سیاسی، رعایت حقوق بشر و حق آموزش و کار از شرط های کلیدی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن افغانستان هستند. اما همواره امارت اسلامی گفته است که حقوق بشر بیشتر از هر زمان دیگر در افغانستان رعایت شده است. برای بحث بیشتر روی این موضوع بانو سریا پیکار مدافع حقوق زن، اسحاق زایی رئیس کنگره ملی افغانستان در روی خط اکسای و همچنان سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان اینجا در استودیو با خود داریم. آقا سلام بر شما و همچنان بانو پیکار سلام بر شما و به بحث خوش آمدید مهمانان عزیز. بحث با شما آقای اسحاق زایی آغاز میکنیم. آقای وست یک بار دیگر تویت کردند و گفتند که پس از این واشنگتن موضوع حقوق بشر را در مرکز تعامل و گفتگوی خود با طالبان و افغانها قرار خواهد داد. فکر میکنید آمریکا و جهان در بحث حقوق بشر بعد این جدی هستند و بحث‌های سیاسی دیگر روی این موضوع اثر نخواهد گذاشت؟ سلام به شما آقای نبیل و مهمانان عزیزتان که اینجا حضور دارند و بینندگان تلویزیون جهانی ترو نیوز. من سوال شما را گرفتم. نه تنها آقای ویست یا توماس ویست، توماس نیکلسن نماینده اتحاد اروپا و مجموعه کشورهای جهان من جمله کشورهای اسلامی بیشترین تقاضایشان همی است که در افغانستان حقوق بشر رعایت شود، دختران به مکاتب برند و حقوق زنان در مورد مسائل کار، آموزش، پروفشنال یا حرفه‌ای باید رعایت شود. من به یقین هستم که خود افغانستان و هیچ کشور دنیا بدون تحقق اعلامی جهانی حقوق بشر نمیتونه منافع ملی کشور خود تامین کنه. برای اینکه اگر ما بخوایم که وحدت ملی رو بیاریم باید هر نوع تعصب کنار بزنیم. از او خاطر یعنی اعلامی جهانی حقوق بشر تقسیم پذیر نیست. از روزی که ایجاد شده از 1948 به وجود آمده این
با تعصبات مذهبی، با تعصبات قومی، با تعصبات نژادی ودا کردنی، صرف نظر از هر نوع ملحوظات سیاسی، مذهبی، طبقاتی و قومی، کرامت انسانی را و آزادی را و عدالت را تامین میکنه در جهان. خصوصا کشورهایی را که بانی اعلام جهانی حقوق بشر هستند و مراکز حقوق بشر یا ملل متحد در اونجا قرار داره، مثل ایالات متحده آمریکا و یایی که اعلام جهانی حقوق بشر در سال 1948 در فرانسه تصویب شد، اینا شعارهایشان در مجموع دکتاتورها را در جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی شکست دادن، رای آزادی و عدالت باز کردن. حاکمیت قانون مجموعی کشورها در چوکات اعلامی جهانی حقوق بشر است و تعاملشان هم به طور رسمی بر بنیاد اعلامی جهانی حقوق بشر است. یعنی اگر قرار باشه که با هر کشور ما به تعامل بریم، در اونجا یگانه معیاری که ما میتونیم که با اونا یک تفاهم یا یک قرارداد یا وجود بیاریم، فقط در چوکات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی. این درست آقای اساقزایی، ولی جدیت بحث حقوق بشر و بحث حق آموزش برمان در افغانستان برای جامعه جهانی و به ویژه آمریکا که در طی این نزدیک به 16 ماه و انده در بحث افغانستان همواره ابراز نظر کردن و تا اندازه نقششان ملاحظه شده، فکر میکنه که چقدر نقششان جدی است؟ آیا این بار در تعاملات سیاسی و در بحث‌های سیاسی و مذاکرات سیاسی بحث حقوق بشر را جدی روش تمرکز خواهند کرد یا به گونه دیگری خواهد بود؟ خب ما به یقین هستم که تحقق اعلامی حقوق بشر وظایف تمام کشورهای دنیاست، من جمله کشورهای بزرگ دنیا، اونایی که 5 عضو شورای امنیت ملل متحد هستند، یعنی اونا سهم اساسی رو برای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر دارن. اگر اینا کرنش میکنن و یا معامله میکنن و یا حقوق بشر نادیده میگیرن، در حقیقت همه بزرگترین جفا رو هم برای خود میکنن، هم برای مردم خود و هم برای جهان. از این خاطر من به یقین هستم که ایالات متحده آمریکا وظیفه و یعنی مکلفیت داره که از حقوق بشر در عرصه جهانی حمایت کنه. مجموعه کشورهای دنیا این درست با پوزش آقای اساقزایی، اگر بحث حقوق بشر برای آمریکا حائز اهمیت و جدیت است، چرا توافق با طرف انجام داد که بعد حکومت را در دست گرفت و اکنون از نحوه حکومت داری همین حکومتی که توافق کرده انتقاد دارد که حقوق بشر را نقض میکند؟ ما به یقین هستم که مجموعه کشورهایی که در طول تاریخ حقوق بشر نادیده گرفتند، اینا دچار انعطاف شدند، دچار شکستهای بسیار دردناک شدند. در افغانستان واقعا هم برنامه های 20 سال گذشته افغانستان، حتی 30 سال گذشته افغانستان، اینا در مورد حقوق بشر بسیار جدی عمل نکردند. این ساختارهای داخل افغانستان آمد که هم در فساد آلوده بودند، هم به طور وحشتناک حقوق بشر در افغانستان نقض کردند. من به یقین هستم که هم فساد و هم افراطیت، هر دوی زینا چانس های بسیار گستری داشتن برای ویرانی و وحشت در افغانستان. اکنون هم اشتباهات دیگه هم صورت گرفت که اینا به شکل غیر معیاری، غیر مسئولانه از افغانستان بیرون شدن و بالاخره رای دوباره یک افغانستان خالی از همه چیز، فاقد قانون اساسی و فاقد یک برنامه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در افغانستان باقی گذاشته شده است. ممنون، برمیگردیم به شما بانو پیکان. سخنگوی امارات یک بار دیگر به تعقیب دیگر واکنش هایشان در برابر سخنان نماینده های از کشورها و سازمان ها گفتند که حقوق بشر در افغانستان تامین است و نقض نشده. بله، پرسش اینجاست، با عنوان مدافع حقوق زن از شما میپرسم که حقوق بشر در افغانستان واقعا تامین است؟ سلام به شما جناب رئیس اساقزی صاحب و همچنان جناب آقای پنهیر و شنوندگان شما. میخوام از اینجا شروع کنم که حقوق بشر از زمان در کشور ما نقض شد که امریکا و شوروی وقت اردوشان در افغانستان جنگ کردن، مجاهدین تربیه کردن، سلا دادن، در پاکستان بردن، گفتن مکتب در بتی که دخترها درس نخوانه، بچه ها درس نخوانه که کمونیست میشه، شفاخانه ها را بسوزانیم، کشت و زراعت از بین ببرین، همه ایرانی ها را اونجا، از اونجا آغاز میشه نقض حقوق بشر. و حقوق بشر در کشور ما زمان نقض شد که ابرقدرت ها به خاطر منافع خود و به خاطر رقابت هایی که در منطقه داشتن آمدن بین هم جنگیدن و مردم ما را به هم انداختن، از اینجا آغاز میشه.
و همچنان حقوق بشر زمان نقض شد که قوای ائتلاف هم آمدن در افغانستان و جنگ ادامه پیدا کرد. در قریه و قرا مکتب ها نبود، دخترهای اطراف بدون درس و تعلیم مانده بودند، اطفال به این شکل. یعنی هر مسئله را که ما سرش فکر کنیم، حقوق بشر یک نقص طولانی در افغانستان داشته. حالا بیاییم سر از این که سخنگوی امارت اسلامی میگه که تامین است حقوق بشر، من برشان میگم که حقوق بشر که یک نقص طولانی در افغانستان داشته، اولا باید تعریف از این را بدانیم که حقوق بشر اما ابتدایی ترین و اساسی ترین حق است که برای انسان و منسبت ذاتی و فطرتی که داره و حیث اشرف مخلوقات بهش داده شده. این هم در حقوق بشر اسلامی آمده که یک اعلامیه حقوق بشر اسلامی داریم و همچنان در حقوق بشر غربی آمده. و گذشته از او این موضوعات ابتدایی حقوق ابتدایی در اصل خود مسلمان ها که عبارت از قرآن است و اسلام است آمده. بنابراین وقتی که درس فرض است و در اعلامیه جهانی خود کشورهای اسلامی هم آمده که درس فرض است خواندنش و بدون تبعیض همه کس حق داره که فرا بگیره علم و دانش، فلحاظا در اینجا نقص صورت گرفته و رعایت نشده در افغانستان. ممنون، برمیگردم به شما آقای پیگیر. به تعقیب دیگر واکنش هایی که سخنگویان امارت اسلامی داشتن، این بار با یک بار دیگر گفتند که اینجا حقوق بشر نقض نشده و آمریکا باید بر بنیاد معیارهای جهان اصول دیپلماسی با کابل تعامل کند، در حالی که معیارهای برای دولتداری و حکومتداری هم در سطح جهان مطرح است که باید رعایت شوند. ولی بالاخره این واکنش های همواره رد سخنان جامعه جهانی و آمریکا که حقوق بشر در افغانستان تامین است، حتی صداهایی که از داخل افغانستان بیرون می شود یا بلند می شود در مورد به نقض حقوق بشر که نرفتن دختران یا بانوان به مکتب بالاتر از صنف 7 یکی از این حقوق است، این لجاجت ها و زدیت ها حکومت داری را با چه مواجه خواهد ساخت؟ سلام خدمت شما نبیل شهاب عزیز، خانم پیکان عزیز و اسحاق زای گرامی و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ما از دیگر جای شروع میکنم نبیل صاحب عزیز. ببینید بفرمایید، او چیزی که ما شما میبینیم، یه حرفایی که ما میال سرش بس داریم، باور کنین گوت نیست. ببینید ما و خودت همیال بس داریم، بینندگان به طور زنده ما و خودت میبینه. بله. ولی همکارای تخنیکی پرودیسیرهای کوچیشته اونا رو نمیبینه. سیاست عین چیز است، او چیزایی را که باید با ما و خودت بگویند نمیگن. فقط حقوق ما، باور دارم خب که او حرفای پشت پرده امریکا را همی فردا امارت اسلامی قبول بکنه و دروازه های مکاتب هم بر ابد بسته بکنه و هر روز صد زنم ادام بکنه، امریکا صدای خدا نمیکشه. برای مردم افغانستان چه چیز مهم است؟ ببینید معلوم میایم سر مردم افغانستان. ببینید پاکستان، ما میایم آیسته آیسته پاکستان. ببینید و میگه یکی از شرایط مبارزه علیه تروریسم است. تو خدا یک بار ببینید پاکستان ما را میگه که مبارزه علیه تروریسم است. با وجود خود امریکا میفهم، انگلیس هم میفهم، اروپا هم، ما هم، شما هم، تفلای افغانستان، تفلای تمام دنیا که مرکز تروریسم بین المللی پاکستان است. ولی اونا یکی از شرایط مانده برای ما که علیه تروریسم باید ما مبارزه بکنیم. ببینید او خواست جدا داره از ما. یه حرفایی که ما ببینید ما همیشه گفتیم باید مکاتب برای دخترها باز شود، امام هم باز شوه، پارک هم باز شوه، بگذار اکسیژن هم تنفس بکنن. این همیشه گفتیم نی؟ ولی باور داشته باشین هی گپا بر امریکا همیت ندارن. نگفتیم چرا؟ اما نماینده امریکا گفته که بحث حقوق بشر در محور گفتگوهایش بعد این خواهد بود. ببینید. در صحبت با طلبان با هم یعنی بیای امرای امون نماینده امریکا برای ما بشینه. 20 سال هم بوده تمام ناقضین حقوق بشر در حکومت شما آورده بودید.
کسی که هزاران نفر کشته بود شما در حکومت آورده بدنیشه. تو چطور امرای ما در مورد ناقضین حقوق بشر حال صحبت میکنی؟ امیال همونا کجاست؟ پس حال نباید روی حقوق بشر صحبت شد. ببینی ما یه حرف نزدیم که صحبت نشه، ولی کی صحبت بکنه؟ مثلا ما یک مثال بسیار ساده برای شما میتم. خب افلاطون گفته در جامعه بزرگترین ضربه را کس میخوره که حقایق میگه. با یکی از اشخاص هستم، بله، بزرگترین ضربه را من میخورم. هر کس بختر من طرف نیستم، نه حالا افغانستان تقسیم شده، یا اوسن تعریف کو یا ایسن تعریف کو، حقایق درباره هر دویش که گفتی جامعه ضربه میزنید. ببینید محبم ادعا داره، محب امروز ما شنیدم میگه که هر کس که با آمریکا کوشش بکنه دوستی بکنه ضربه میخوره، او ناکام است. محبه که هم جاسوس آمریکا و او آمده مردم افغانستان درس میده. ببینید نه این کلشه. کسایی که موار میایده تلویزیون ها میشینه شبانه شاید خواه نکنن، تمام این مسائل است یک بار از پیش چشم خود میگذرانن که چی جریان داره در مورد ما، در مورد کشور ما، این سیاست مادارای دیروز که رفتن. ببینید شو خوب میکنن، یکیش در استرالیا شیشته یک از جور میکنن، یکیش در کانادا شیشته یک از بای تو افغانستان ایجا افغان ها ایجا عذابش در نیوزیلند در استرالیا و امریکا و کانادا و جرمنی حاضرده نشین. هر روز اونا بیکار ماندن، نه یکی پول اضافه سال کجا مصرف کنن اونا. بنان خواستایی که برحقه من میتونم بگویم از امارت اسلامی افغانستان بخاطر این جنایات هم نکردیم، ولی یک جنایتکار میایه میگه این امریکا حقوق بشر، هولا حقوق بشر 20 سال تو اطفال ما را خانمه ها را بمبارد کردی، کشتی، های او حقوق بشر یادت نبود؟ اگر فشرده و خلاصه بسازیم، آیا در افغانستان حقوق بشر اکنون تامین است؟ ما نگفتیم میره. پس چه کار باید شود تامین شود؟ ببینه ببینه خب ما ایره نگفتیم در هیچ کشور دنیا 100% حقوق بشر تامین نیست، در مو امریکا تامین نیست، در افغانستان حد اقل چند درصد در افغانستان؟ ببینین خب ما خوال گفتم باید همی که دختران مکتب نمیره این نقض حقوق بشر است، باید کار شد. همی که امام بروی دخترها زنا بسته کردن یه نقض حقوق بشر است، باید باز شود. همی که در پارک ها نمیمانه که اونا تفریح کنن یک اکسیژن بگیرن این نقض حقوق بشر است. و همه تا بگویم بگویم زیاد میشه، ما نمیگیم که این موضوع اصلاح نشه، این گپا باید شود که شود، ولی این ما حق دارم بگویم، بله، نه امریکا. درست، برمیگردیم به شما. آقای اسحاق‌زاده بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان گفته که شروط برای تعامل جهان با طالبان افغانستان یا حکومت سرپرست کنونی افغانستان مبارزه با هراس افغانی، رعایت حقوق بشر و حق آموزش بانوان است. پرسش نخستین اینجاست که پاکستان به ویژه وزیر خارجه اش چرا خواسته این شروط را تکرار بکند با عنوان کشور همسایه افغانستان؟ خب آقای نبیل، ما به یقین هستم که ما همه چیز برمیگرده به خود افغان ها. ببینین در طی بیشتر از 40 سال افغان ها همیشه مشروعیت خود یا به قدرت رسیدن خود از خارجی ها گدایی میکردن. یعنی یک تعداد از روسا مشروعیت میخواستن، یک تعداد از رای ایران، از رای پاکستان، تعداد هم از رای غرب. بالاخره ما همه رفتیم کنار ساختارهای خارجی که برای ما دولت بسازن، منافع ملی ما را تامین کنن، برای ما آزادی را بیارن، دموکراسی را بیارن. مشکل افغان ها همی است، بین خود صدها پارچه شدن، مسئله قومی را دامن زدن، مسائل جنسی را دامن زدن، مسائل مذهبی را دامن زدن، با در بین خودمون ساختارها میدین، در بین تنظیم ها ده ها پارچه شدن، در بین خودمون چپای دیروز پرچمی ها ده پارچه شدن، خلقی ها ده پارچه شدن، یکی دیگه خود از بین بردن. تا زمانی را که ما متحد نشیم
داخلی سی خارجی است. ولی یک پرسش بنیادی آقای ساقزایی اینجا وجود دارد. شما گفتید که بارها حکومت هایی که شکل گرفتن مشروعیت خود را از بیرون طلب کردن یا از آدرس های مشخصه. همکنون که امارت اسلامی بر سر قدرت آمده به سهم خودش هم مستقل است و هم از بطن جامعه برخواسته و جهاد هم کرده و بالاخره غرب را شکست داده، ولی در خصوص حکومتداری و دولتداری و حقوق بشر و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی انتقادهایی وجود دارد از آدرس هم مردم افغانستان در داخل افغانستان و هم مردم نخبگانی که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند و یا هم مهاجر شدند و همچنان کشورها و سازمانهای مختلف. پس این معضل پیچیده چگونه حل شود که هم باید حقوق بشر در افغانستان تامین شود، هم حقوق بانوان تامین شود و هم بشود که یک حکومت حداقل پاسخگو برای ملت شکل بگیرد نه برای بیرونی ها؟ تا زمانی که ما خود ما متحد نشیم، وحدت ملی خود را تامین نکنیم، بهترین نخبگانی که مدافع آزادی است، منافع ملی است، حقوق بشر از داخل همه در کنار هم قرار نگیریم، فقط یک هدف. شما ببینید این ساختار عمل ایران در تمام داخلی خارجیش همش متحد شده، هر نوع اختلافات و تفرقه را بین خود کنار زدن. اگر دموکراتش است، اگر ملیش است، اگر آزادی خواهش است، فقط یک گپ است: بنیادگرایی و ساختارهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی باید دور شود. ما به یقین هستم که تا زمانی که ما خود ما متحد نشیم، این مشروعیت ملی یگانه مشروعیت است که میتونه ما را اعتبار جهانی. آقای ساقزایی، همکنون البته در طی این 16 ماه و انده سخنگویان امارت اسلامی اگر انتقاد شد که حکومت فراگیر نیست، گفت فراگیر است. اگر گفتند که حقوق بشر نقض شده، گفت نقض شده. اگر گفتند که وضعیت اجتماعی فقر خیلی گرافش بلند رفته، گفتند که بلند نرفته، در حد معمول است و در گذشته هم چنین بود و اکنون وضعیت بهتر شده. با توجه به این رویکرد، اتحاد و متحد شدن برای یک ساختن یک دولت در افغانستان چگونه ممکن است؟ و به یقین است شما تمام تاریخ جهان که ببینید، اگر از افریقا هست، اگر از هند هست، اگر از امریکا هست، همین کشورهایی که به تمدن رسیدن، به آزادی رسیدن، اینا قوی ترین جامعه مدنی ساختن، اعضای بسیار قوی در داخل و خارج ایجاد کردن، شخصت هایی که واقعا آزادی و منافع ملی میخواستن، اینا متحدانه عمل کردن، برای خود برنامه های استراتژی ملی ساختن، استراتژی بین ملی ساختن. ببینید تا 43 سال تا میکنون هم که افغانستان قانون اساسی نداره، یک ساختار آمده بدون از اینکه به اراده مردم به طور آزاد اینا حکومت خود ایجاد کنن، حاکمیت قانون ایجاد کنن، کنجا تعصب کنار بزنن و بعد از اون تعصب کنار زرف شد، وحدت ملی به وجود بیاید، دولت به وجود بیاید که بتانن حقوق برابر شهروندی را تامین و تضمین کنن. بنابراین من به یقین هستم تا زمانی که ما خود ما متحد نشیم، افغان ها همشان از روی بگردانن از خارجی ها، بیاین در کنار یکی دیگه خود قرار بگیرن، تمام اختلافات اول کنار بزنن، با یک شرافت ملی و انسانی به طرف انتخابات برن. یعنی اگر قرار است که یک ساختار میخواهد با تمگرایی و با دکتاتوری برنامه خود پیش ببره، شما تاریخ جهان ببینید، دکتاتوری دوام نداره. اگر ملت متحد شوند، اگر شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان در داخل و بیرون متحدانه عمل کنند، با یک برنامه ملی و با یک برنامه جهانی، و مطمئن هستم که هیچ دکتاتوری این درست گروهی این درست آقای ساقزایی، حرفای آرمانگرانه و معقول هستن حرفای شما، ولی در شرایط کنونی که جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه همواره انتقاد شده که فعالیت درست نمیتوانند داشته باشند، چگونه می شود یک جامعه مدنی درست را و به معنای واقعی کلمه که بتوانند در بخش های مختلف نقش خود را ایفا بکنند شکل داد و بالاخره آنچه را که شما مطرح می سازد محقق شود؟ ببینید در این 190 سال این می وضع ادامه داشت، راجه های بسیار فاسد مافیایت و کلونیالیزم در آفریقا امی وضع ادامه داشت، در امی اروپا شما تا جنگ دوم جهانی ببینید دکتاتوری های مذهبی، دکتاتوری های نژادی، ولی رهبرای سیاسیشان، رهبرای ملیشان متحد شدند، استراتژی ساختند، برنامه ساختند، برای خود جامعه مدنی هم ایجاد کردند، برای خود برنامه های ایجاد کردند که باید حرکت عدم خشونت مدنی با نافرمانی مدنی تانستن خود قوی و نیرومند بسازند. حالا خب مشکلی است که هر کس کنار از این میره که من کدام خارجی را دوباره که تیش تفاهم کنم که مرا به قدرت برسونم. ممنون. یعنی بدترین فرهنگ خارجی پرستی شده و بدترین فرهنگ امیست که به اراده ملی خود تکیه میکنه، یعنی که ما اگر منافع ملی میگیم باید در کنار از او
کاملا متحد به آزادی و برابری حقوق بشر باشیم. یعنی بدون حقوق بشر نه این برنامه آزادی خوانی ما پیروزی میرسه، بدون حمایت از حقوق بشر نه حاکمیت قانون ایجاد کرده میتونیم نه منافع ملی خود را تامین میتونیم. ممنون بانو پیکار. آقای ساخزایی همه چیز را در اتحاد مطرح می سازند، به ویژه حقوق بشر و عدالت اجتماعی و همچنان تحکیم قانون را. و آقای پیگیر همچنان بیشتر انتقادهایشان متوجه نظام داران و یا همزمامداران حکومت پیشین و خارجیان و غرب بوده در کل. پس بالاخره در شرایط کنونی همین حقوق بشر که شما هم میگوید نقض شده، آقای اسحاق‌زایی هم میگویند که نقض شده و آقای پیگیر هم موافق هستند که نقض شده، چگونه تامین شود و چگونه محقق شود که یک افغان آزادانه و به گونه انسانی بتواند در افغانستان زندگی بکند و فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشد؟ بسیار خوب. بله، نقض حقوق بشر خود دقیق است و همه میدانیم. برای از اینکه نقض حقوق بشر صورت نگیره و برای از اینکه افغانستان از این حالت و از این بنبسته که داره نجات پیدا بکنه، یکی از موضوعات این است که یک حکومتداری خوب در افغانستان شکل بگیره که او بر مبنای اقتصاد توسعه یافته و خوب، بر مبنای یک امنیت سرتاسری و همچنان مهمتر از اما بر مبنای تعلیم و تربیه استوار باشه. این بسیار مهم است. گذشته از اینکه ما بگوییم که حکومت باید بر مبنای قانون اساسی شکل بگیره، ولی این سه مسئله را بسیار زیاد مهم میدونیم. تا وقت امنیت نباشه ما نمیتونیم اقتصاد افغانستان را رشد بدیم. وقتی که اقتصاد رشد نکنه مردم افغانستان اونو مردم است که بیکار و فقیر و بیروزگار میمونه. اینا در این حالت است که نقض حقوق بشر کامل. ممنون بانو پیکان، دوباره برمیگردیم اما پس از یک وقفه میان برنامه. به ادامه محور خوش آمدید. بانو پیکان بفرمایید صحبت خود را داشته باشید. بله، موضوع مهم و اساسی امی هست که باید تعلیم تربیه در افغانستان رشد کنه تا بر مبنای از اون ما بتانیم که یک افغانستان داشته باشیم که در اون همه مردم خود ببینه. تا وقتی که اقتصاد رشد نکنه، تا وقتی که ما خود نشناسیم به اساس علم و دانش، هیچ نمیتونیم که از حقوق بشر حرف بزنیم، نخود بتانیم از ساختار حکومتی حرف بزنیم و یا از دموکراسی حرف بزنیم و یا از یک سیستمی که بتونه برای مردم افغانستان خدمت کنه از او حرف بزنیم. نمونهش ما برتونیم. امی لحظه ما با ماست با شما صحبت میکنیم. این خودش نقض حقوق بشر است. اجازه تنفس یک دختره که در طلوع و یا در سایر تلویزیون ها کار میکنه نداره. این خودش نقض حقوق بشر است. این جبر است. و این بالای انسان ها جبر است که باید به این شکل شما کار بکنید. وقتی که در کار اراده نباشه و عقل آزادی در کارت نداشته باشی، این خودش نقص است. اما بانو پیکان نکته مهمی را اشاره کرده. در همین مورد بارها سخنگویان امارت اسلامی گفتند که این بحث حجاب است دیگر، که اگر بانوان چهره خود را میپوشانند. خب بحث حجاب بحث جدای هست، ولی این بحث که تنفس اجازه نمیتی و از عقب پرده تلویزیون نمیتونی که آزادانه صحبت بکنی، این موضوع جدا هست. مسئله ایجاب اتون نگفته که بینی و دهان تا هم بسته روی اجازه هست، دست ها تا مچ دست اجازه هست که آزاد باشه. ایجاب هم از خود تعریف خود داره. متاسفانه که اینی مسائل خورد ریزه و شما این را ناشی از بیسوادی و کمسوادی میدانید. بله، من میگم که باید در مسائل حقوق بشری، در مسائل تمام کنوانسیون هایی که در رابطه با حقوق بشر وجود دارن، اینا خود آگاه بسازن و ایرا وقت بودن با اصل خود که عبارت از شریعت اسلامی هست با بری مبنا اینا پیش بدن. در این صورت است که ما حداقل ببینیم که آیا حقوق بشر در افغانستان رعایت میشه. یعنی وقتی اجازه درس و تعلیم برای دختر بعد از سن 6 داده نمیشه، چطور میتونم بگویم وقتی که زنها حق سیاسی خود ندارن، برشان اجازه داده نمیشه، چطور بتونم بگویم که حقوق بشر در کشور ما رعایت میشه؟ و یا حق کار ندارن، زنها میرن فقط ماهانه یک بار امضا میکنن و بعد میاین و ماش میگیرن. و این شکل ما نمیتونیم که سر مسائل حقوق بشر در افغانستان گپی داشته باشیم. و این موضوعات همه برخواسته از جنگ های طولانی در افغانستان بوده. ایجاب از این میکنه که مردم افغانستان به خود بیاین تا
بتونن خودشان مالک کشور خودشان و نظام خود تنظیم بکنن. برمیگردم به شما بانو پیکان. آقای پیگیر، یک مورد مهم دیگر در تین 16 ماه آینده در میان صحبت‌های امارت اسلامی و مقاماتشان سخنگویانشان بیشتر درشتر جلوه کرده این که امارت اسلامی بارها گفته که ما برای این که تعامل با جهان داشته باشیم نمیتوانیم از اصول شرعت به دین بگذریم. اما بحث دیگر این طرف بحث برسمت شناسی، بحث حقوق بشر و بحث مشروعیت حکومت کنونی یا دولت سرپرست کنونی افغانستان در سطح بین المللی است. فکر میکنید که با توجه به آنچه که گفته میشود از آدرس امارت اسلامی، برسمت شناسی و دولت مشروع در سطح بین الملل برای امارت اسلامی از اهمیت آنچنان برخوردار است یا نه فقط آنچه که بیشتر متمرکز هستن اهمیت دارد؟ ببینین، خب بس دولتی که باید جهانیا او را به رسمیت بشناسه او بس به کلی جداست. ببینین امو شرایط را که جامعه جهانی که بیشتر سرش مبحث هم کردم او موضوع علیده است، ولی یگانه رای نجات مردم افغانستان او گفتمان سیاسی ما بین افغان هاست. ولی همین گفتمان سیاسی را رئیس کمیسیون تماس با شخصت ها رد کرد و گفت که حاکمیت را زیر سوال میبرد. حاکمیت کنونی ببینید، خب اگر مو رئیس های برفای مرا مشنوه، اگر گفتمان سیاسی را رد میکنین با مچ را ششتین؟ یک سوال است. سه بارم رای مچ ششتین و بعضی کسات عکس های مرا در فیسبوک انداختن که دیدن بود. سه بارم رای مچ ششتین. چرا ششتین امرای ما؟ و بسیار مسائل ما امرایتان شریک کردم و شما شریک کردید. حتی با بسیار مسائل که ما امرایشان گفتم اونا 100% موافق بدن، ولی میگفتن که ما وقت میخواییم. این تمام مسائل که میگید حتمی است که میشه و همین مسائل که ما همیشه برای چه وقتی حداقل برای شما پاسخ دادند 16 ماه از تحول نظام میگذرد و در این 16 ماه دختر افغان بالاتر از صنف 7 به مکتب نرفته و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خاطر است. خصوصا شما میفهمید سر موضوع بازگشایی مکاتب دخترها ما چقدر جدی هستم. برای شما میفهمید و یکی از متریزین هستم که یعنی دختره که من میال نمیتونه درس بخونه، نه تنها دختر ما خب بلکه 2.5 میلیون دختر افغان. دهی من بسیار جدی است و همیشه جدی صحبت میکنم در تمام مواردی که شما در تلویزیون ما بس میکنیم. باور کنین آقای زبیبولای مجاهد حتما مشنوه، رئیس رسانه ها آقای سمنگانی و پیش از اونا در یک مجلس کلان که تمام کابینه بود، اونا تمام مسائل باور میکنین که امرایشان وقتی که صحبت میکردم و تو فکر میکردم که خیلی گپای مرا میزنن، ولی اونا وقت خواستن گفتم این مسائل حتمی میشه. ما یک موضوع خدمت شما نبیل صاحب عرض بکنم که بالاخره ایره کس بخواه نخواه تمام افراد اشخاص که میخواین ای وطن نجات بتن اونا یک جای میشه، ولی در هر گروه که هست، در هر سمت که هست، بر قوم که هست اونا یک جای میشن. ما هموس روان هستیم، باور داشته باشید ما هموس روان هستیم که بالاخره ما یک جای میشیم و تمام از این مشکلات از این وطن حل میکنیم. چرا ما باورمند شدیم؟ ببینید ما وقتی که همراه از اونا صحبت ها رو شروع میکردم باور دیگه چی شدم که 90% از اونا با ما هم نوا روان است. میگن که باید همین کارا شوه، ولی چه زمانه؟ ببینید خب اگر ما به جای از اونا میبودم، اگر یک پرسش از اینجا آقای پیگیر، اگر شما هم نواستین با آران صحبت های شما که مطرح میکنین، آنان با شما موافق هستن 90% امارت اسلامی، پس مشکل در کجاست؟ ببین چرا این مشکلات حل نمیشه؟ ببین شما بیشتر اشاره کردم، چی فکر میکنین امریکا صرف می مکتبار دروازایش باز که ما را به رسمیت میشناسه؟ بیشتر گفتم بتان اونا بسیار مسائل بزرگ دیگه است. باور کنین وقتی که از بسیاری مسائل ما خبر میشم و
و پیش خود تحلیل میکنم حیران میمانم. ولی ظاهرا برای مردم افغانستان از برسمت شناسی بین المللی حکومت کرده تامین حقوق اساسی خودشان در داخل افغانستان مهمتر است. این باید اول شود یا برسمت شناسی بین المللی؟ یک سوال از شما آقای نبیل. خب بله، جامعه بین المللی از افراد اشخاص چیز را میخواین که اونا در لست سیاست پیش از اونا. سوال است هنار در بسیاری کشورها رهبری امارت اسلامی در لیست تروریست هاست. در این موافق هستین؟ نه؟ پس شما هم میگن تروریست هستین، هم میگن نابکار هستین، شما دور باشین، ما شما را در کشور خود تا اجازه نمیتیم. نه؟ ولی اینی کارها را بکنین. ببینید این لش تامل ممنون. پس بیاین که نبیل صاحب عزیز، خو حکومت سرپرست است و من باور دارم خو که بالاخره حکومت اصلی که مطابق یک قانون ایر ممرایشان شریک کردیم، گفتم بدون از قانون ما نفس کشیده نمیتونیم. اونا موافق هستن که باید مطابق یک قانون باید یک حکومت در افغانستان باشه که اون جامعه جهانی بر رسمیت بشناسه. اونموست که مطابق قانون حکومت بیه، اونمو حکومت مسلکی رو با قانون زمان مردم افغانستان منتظر باشن. هیلی دیگه مگه هر وعده که ممنون 100% گپای ما قبول شوه حتمی سوال بر شما برمیگردیم. آقای ساقزایی، فکر میکنید با توجه به سخن هشدارآمیزی که بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان داشته که نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و جهان با حکومت امارت اسلامی یا این طرف طالبان با جهان وارد تعامل شوند، فکر میکرد حکومتداری یا نحوه حکومتداری و اشتباهات پیش از سال 2001 که در آن زمان امارات همچنان مستولی بر افغانستان حکومتشان بوده، یک بار دیگر در افغانستان در حال تکرار شدن است که این هشدارها داده میشود یا بعض چیز دیگری است؟ ما به یقین دستم آقای نبیل که هر کشوری که از ما تقاضا میکنه، این کشورهای متعدد هر کدامش منافع خود دارن. اگر ما بگوییم در برنامه های فساد، در برنامه های افراطیت چقدر کشورهای منطقه نقش داشتن در تقابل با یک غرب از افغانستان بیرو شود، چقدر دست داشتن، این کنار میگذاریم. مهم است که از ما چی تقاضا میکنن. از ما تقاضا میکنن که افغانستان به تعدیه توریزم نباشه، که ما برشان میگن که نه، ما در این راستا کار میکنیم، مکاتب دخترها را باز کنیم. این خوب به نفع خود چرا باز نمیکنیم؟ چرا بر از اونا بهانه میگذاریم؟ تمام جهان امیر تقاضا میکنه. این خواستا معقول است. ببینید تا زمانی که ما حاکمیت قانون نسازیم، نه منافع ملی ما تامین میشه، نه آزادی، نه عدالت، نه حقوق بشر، نه برنامه های اقتصادی ما پیش میره، نه برنامه های اجتماعی ما، نه سیاسی ما. حاکمیت قانون اگر ما بسازیم که در این حاکمیت قانون بالاخره رای انتخابات باز شوه، رای یک حکومت مشروع باز شوه و بعد از او ما نشان بدیم که پابند هستیم با اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر ای از دوران مولانا شروع شده است، از سعدی شروع شده است، فاریابی شروع شده است، از سقراط شروع شده، از جان لاک شروع شده، از مینتیسکو شروع شده. حالی که چیز دولت های امروز یک بس نمی کنیم. اینا کرامت انسانی را و عدالت و آزادی را در سلاح قرار دادن. بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود آمد. ما چرا اگر از ما تقاضا میکنن که مکاتب دخترها باز شود، زنان باید به مکتب بره، حقوق اساسی و انسانی زنان را رعایت کنیم، خب به منافع ملی ما شماست، چرا این اجرا نمی کنیم؟ ولی یک نکته اینجا آقای پیگیر مطرح ساختند که جامعه جهانی به ویژه آمریکا هم برخورد دوگونه دارد. از یک سو همین موارد یا حقوق بشر را تامینش را از کسانی می خواهد که آنان در لیست سیاه و یا هم در لیست تروریستان سازمان ملل است. اگر او تقاضا کنه که مکاتب دخترها را باز کنین، این به نفع افغانستان است، به نفع امریکا و جهان بیشتر از همگی به نفع افغانستان است. اگر با حقوق زنان احترام بگذارین، همه کشورهایی که میگن
چی اتحادی اروپا، چی امریکا، تمام کشورهای اسلامی هم میگه این به نفع افغانستان است در قدم نخست. اگر کدام خواست را انجام بتن، چی مخفی چی علنی، که در تقابل با منافع ملی افغانستان باشه، در اون مورد شما میتونین که با قاطعیت برخورد کنین و موضع گیری کنین. ولی با توجه به سخنگوی امارت اسلامی که میگه که حقوق بشر در افغانستان تامین است و انتقاد را از بیرون رد میکند، فکر میکنید باورمند به این است امارت اسلامی که حقوق بشر تامینش در افغانستان اول مشکل دارد و بعد اگر تامین شود به نفع افغانستان است؟ ببینین اولین اصل حقوق بشری است که حاکمیت قانون باید بیه. حاکمیت قانون حکومت مشروع بسازه. حکومت در جایی که حاکمیت قانون نباشه حقوق بشر تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین ما به یقین دستم که تا زمانی که ما مشروعیت ملی خود نگیریم از یک طرف، دوم حقوق طبیعی و انسانی زنا را رعایت نکنیم، هم در چوکات اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم با سنت های ملی کشور خود و بالاخره امو اساسات درست دین مبین اسلام، ما به یقین دستم که تا زمانی را که ما خواستای معقول مردم خود نشنویم، صدای مردم خود نشنویم و صدای معقول جهان نشنویم، یعنی در یک تعامل قانونمند با مردم خود و به تعامل قانونمند با جهان، یعنی یک عقود و قرارداد اجتماعی سالم و عادلانه با مردم خود و یک قرارداد بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد با جهان با صداقت و با عقل و منطق ادامه بدیم، ما مطمئن هستیم که هم مشروعیت مردم ها به دست میاریم، هم مشروعیت جهان ها. حال خو نه صدای مردم خودم شنویم در برنامه هایی که مکاتب دخترها باز شوه، حقوق زنان رعایت شوه، و نه صدای جهان هم شنویم در مورد از اینکه شرایط را که هم مردم ما صدا میکنه و هم جهان صدا میکنه. ما به یقین هستم که قریب به 2 سال میشه که ما قانون اساسی نداریم، 2 سال میشه که ما یک حکومت را که از طریق مشروعیت ملی به وجود بیاید نداریم. بنان چگونه میتونیم که دعوا کنیم که ما حقوق بشر در افغانستان تامین میشه، عدالت در افغانستان تامین میشه، آزادی در افغانستان تامین میشه و برنامه دیگه که ما عقب میریم؟ عقب به مفهوم عزیز که ببینین مسئله دور زدن شروع میشه که حتی بسیار از ساختارهای امو تنظیم ها هم اعتراض کردن اقتدادشان متاسفانه از داخل و هاکذا جهان خوب به طور گسترده نقص کردن این مسئله را که غلط است، باید از شما به کرامت انسانی و احترام بگذارین و حتی مسئله سنگسار و یا مسئله اعدام های متعدد این گپا کلش به این مفهوم است که اینا نمیخواین با جهان شامل تعامل شوند و با مردم افغانستان که میخواهد در قرن 21 زندگی کنه در شرایط در یعنی کامپیوتر و دیجیتال و شرایط در دنیای اتم و کامپیوتر برنامه های خود پیش میبره، ما به یقین هستم که ما مشکلات در طول 40 سال همی بوده که هر کسی که قدرت به دست گرفته یه بیشتر کوشش کنه انحصارگر باشه، کوشش کنن که در بس هم شما تطبیق اصول و معیارهایی که در اظهار رهبری امارت اسلامی بیشتر در چارچوب شرعت و دین اسلام مطرح می شود مهمتر از آن است که به عنوان به رسمیت شناسی یا تعامل با جهان و سایر موارد دیگر با در کل جهان مطرح می شود؟ ما به یقین هستم که ببینین فتوا یک اصل اساسی در دین مبین اسلام است. فتوا به این مفهوم است که ما برنامه های خود، برنامه های مذهبی خود در مطابق عصر عیار بسازیم و در برنامه های خود یگانه ساختاری که در مجموع ادیان جهان وجود داره که میگن رب العالمین است نه رب المسلمین، یعنی که میگن رب العالمین است کافی است که ما همه شهروندان برابر بدانیم، اگر در کشور ما اندو هست، شویه هست، مسلمان است، هر مذهبی که هست باید او را حقوق برابرش را تامین کنیم و تضمین کنیم و این حکم خداوند هم است. ممنون. حکم است و در کنار از این حقوق بشر یک عقود هست، یک قرارداد است بین مجموعه کشورهای جهان، اگر رعایت نکنیم در تهم، یعنی هر کسی که در غیاب ما یا در مخفی هر گپی که ما میزنه او گپ رسمی نیست، او گپ نیست که ما او را بکشیم در میدیا، ما ظاهر میبینیم، ظاهر امیست که جهان از ما خواستای معقول دارن، مردم از ما خواستای معقول دارن، باید بر از او سر تعظیم فرود بریم و او اجرا. ممنون. در جمعه به شما خواهیم آمد. بانو پیکان، از یک طرف بحث دیدگاه های مردم در داخل افغانستان به ویژه است که بارها انتقادهای داشتن و تا اندازه در این اواخر انتقادها بیشتر در خصوص حقوق بشر به ویژه حق تحصیل دخترانشان شدیدتر و تندتر بوده. فکر میکنید که
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند و در تعامل یا در کنش و واکنش ها امارات بر موضع خودش، جهان بر موضع خودش پافشاری بکند، مردم در داخل افغانستان چه گامی برخواهند داشت تا اینکه حداقل حقوق اساسی دختران و پسرانشان را تامین بکنند؟ حکومت طالب ها هیچ ضرر نکرده آمدن جغرافیه افغانستان گرفتند. جهان مخصوصا امریکا و متحدین هم ضرر نکرد و افغانستان از افغانستان برامدن قوای خود را بسیار آرامی کشید. در اینجا ضرر بسیار اساسی را مردم افغانستان کرد که هر روز صدایش بلند است و گوش شنوا وجود ندارد. هیچ کس نمی خواهد که به صدای مردم افغانستان گوش بده و این صدا باید اصلا مسئول از این صدا بنابر اعلامیه های جهانی حقوق بشر حکومت است. وقتی که نقص صورت میگیره از جانب حکومت ها نقص صورت میگیره. این حال ناقض حقوق بشر در همه دنیا حکومت هایی هست که بر ملت خود حقوق اساسیش اجازه نمیده و اعاده نمی کنه. این موضوع بسیار در همه جا مطرح است. بنابراین امارت اسلامی در برنامه های داخلی خود هیچ توجه جدی نکرده و ما برنامه داخلی از اینا را که کدام برنامه معارفه دارند، کدام برنامه بر تحصیلات عالی دارند، کدام برنامه رشد اقتصادی دارند و با همین شکل سایر برنامه های ملی را ما نمیبینیم در اینجا. فقط روزگذرانی هست در حقیقت. چند پروژه کوتاه مدتی که از جانب بعض از کشورها در حال تعامل با اینا هستند میایه و با همین کار میکنن و با همین اکتفا کردن. حکومت داری ایجاب از این میکنه که یعنی بر تمام مردم زمینه های بسیار خوب زندگی را مهیا بکنن، بهبود شود زندگی مردم. اینا تلاش بکنن که زمینه درس و تعلیم، زمینه کار، زمینه مسائل اجتماعی را در داخل کشور مهیا بکنن. هیچ به عقب از این نرن که کی کدام کشور میگه که حقوق بشر در افغانستان نیست. وقتی که در داخل اینا بتونن موضوعات داخلی را حل بسازن، رضایت مردم اینا جلب بکنن، اعتماد به وجود بیارن. وقتی که جلب اعتماد شد در اون صورت است که مردم باور پیدا میکنن. درست، اگر شود. اما بانو پیکان، اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکند با پوزش این مخالفیت بله. دارن اینا کارت بکنن. درست، اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکند بانو پیکان و در این اواخر که محدودیت های دیگر هم علی رغم این که دختران افغان بعد از صنف هفت به مکتب نمی روند، زنان افغان حق رفتن به پارک را هم ندارند و به حمام ها هم حق ندارند بروند و در شهر و بازار هم در برخ از نقاط افغانستان گاهی انتقادها وجود دارد که برخوردها به گونه مطلوب نیست. فکر می کنید که با این وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان خود را سازگار خواهند ساخت در ادامه این وضعیت یا نه؟ زیاد شدن فاصله مردم را ناگزیر می شود که به یک طرف تکیه بکنند. اجازه ندن که مردم به این شکل دوباره در داخل افغانستان به یک نیروی دیگه تکیه بکنند و در داخل وضعیت امنیتی و تمام موضوعاتی که در اونجا هست دوباره خراب شود. بنابراین تلاش به این شود که معیارهای داخلی خود آماده بکنند و با معیارهای جهانی خود همچنان آماده بکنند و بتونه یک دولت نرمال را اینا شکل بدن. در غیر از او مجبور است صدای مردم افغانستان، شکایت های از نه به جایی میرسه که شما باور بکنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد ناگزیر است در قسمت تحریم هایی که فعلا داره زیادتر فاسخ و حتی کمک های بشری هم کم خواهد شد و در این صورت است که باز هم مردم افغانستان به فلاکت دچار خواهد شد. بهتر است که با مردمایی که موضوعات سیاسی را بهتر میدانند، حکومت داری خوب میفهمند، با اینا داخل تماس شوند و هر چی زودتر از این بنبست کشور افغانستان اینا بکشند. ممنون. اگر فرصت شد در جمع‌بندی به شما برخواهیم گشت. ولی آقای پیگیری، اگر حکومت کنونی به خواست مردم تن ندهن، به خواست شما به عنوان پدر که دختر شما به مکتب نمی رود و مکتب را باز نکند، فکر می کنید که ادامه این وضعیت چه خواهد بود؟ ببینید، تجربه نشان داده، خصوصا نمی تجربه 43 ساله، که هیچ حکومت که به خواستای مردم تن نداده قابل چلش نبوده. ببین 43 ساله ببینید، هر حکومتی که مردم همراهش نبود و نباشه، او حکومت ها مثل اشرف غنی واره، پیش از اشرف غنی
و حکومت هایی که بعد از اونا آمدن به سرنوشت از اونا گرفتار میشن. این همه گی میدونه. چرا ما بار بار همو تجربه ناکامه باز تجربه میکنیم، باز تجربه، هر کس میاد تجربه کده میره، بازوده که میفهمیم که این راه ناکام است، نمیشه. بیاین که بیشتر ما اشاره کردم گفتمان سیاسی بشینیم، با وجود که امی حرفه که یاد کردم اینه گفت شروع کردیم با شما، درست است. ما که تا که خود ما مشکلات داخلی خوده حل نکنیم، تکرار میکنم ما باز مطابق یک قانون اساسی که ما داشته باشه که جهانی ها بفهم ما کجا روان هستیم. ای رئیس الوزراء، صدر اعظم، ای وزیرا، وظایفش چیز، بر مدتش چند وقت اینا باید باشن، این کلش باید در قانون اساسی باید ذکر باشه. بله، با توجه به صحبت هایی که پیشتر هم شما یادآور شدید، آیا نشانه های این وجود دارد که طالبان یا امارت اسلامی مطابق به خواست مردم، نه گذشته از آنچه که جامعه جهانی میخواهد، مطابق به خواست مردم افغانستان در داخل افغانستان حکومت داریشان را عیار بسازن و آماده؟ ببینید، به گپای ما باور داشته باشین، نگفتین چرا؟ فضا محیط فرق کده، باور داشته باشین، حرفایی که میزنم امروز نه فردا 100% میشه. محیط یک بار امی جامعه افغانی، امی جو سیاسی جهان در مورد افغانستان یک بار ارزیابی بکنه. این نشانه ها را شما چه میبینید؟ چه از این نشانه؟ ببینی خب امی که ما امروز دمی حالت هستیم، آیا فردا ادامه کده میتونه؟ هرگز نه، ما مجبور هستیم تغییر کنیم. برای 16 ماه ادامه پیدا کرد. ببینید 16 ماه بسیار وقت کم است. آزرده نشین. این 16 ماه هنوز بعضی افراد امارت اسلامی کوچه خود بلد نشدن. ببینید این یک موضوع خوب یکی از سیاستمدارای بسیار موفق جهان گفته بود. بگذار پخته شود. خام نکنیم. بگذار فصلش برسه. فصلش آمده نیست. ممنون. و باور دارم که روز تمام افراد اشخاص که این وطن دوست داره در بین امارت اسلامی است، در تمام عذاب از در خارج از داخل است، اینا یک جای میشن و این وطن نجات میده. ممنون از شما آقای ساقزایی. فکر میکنید که جهان تا کجا با طالبان با همین وضعیت که نقض حق بشری عنوان میکند پیش خواهد رفت؟ ما آقای نبیل چند مسئله را میخواییم براتون بگویم که بسیار مهم است. ببینین اگر شخصت های مطلوب آزادی خواهی ما دنبال قدرت باشن با سفر بالاخره این مملکت واجه فاجعه اقتصادی و سیاسی ادامه خواهد. ما در سال 2001 که باری آنان گفتم بی بی سی هم اعلان کرد. ما با رئیس پارلمان اروپا نیکولای فانتون ملاقات داشتم. در اون وقتی که باید ما بیاییم با تنظیم ها، در اون وقتی که ما بودیم ما دم یعنی اونا ما را دعوت کرده بودن، تنها ده نفر استاد بودون افغانستان هم رای ما بود که یا هم در خارج داخل هستن. خیلی ما برشان بودم ما تختارای تنظیم ها را داخل می سازیم و شما یک دولت بسازیم. من گفتم ببینین این بسیار یایی که در سال 1992 آمدن تاباله، جز دین وسیله ساختن، جز قوم وسیله ساختن، دنبال فساد، دنبال سرکوب، دنبال غارت و ویرانی مملکت ما رفتن. از شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان ده ثانیه مدافعین حقوق بشر حمایت کنین. تا زمانی که شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان مدافعین حقوق بشر در داخل خارج متحد نشن، اینا رای آزاد عدالت در کشور ما باز نمیشه. با هر خارجی که ما ملاقات کردیم، با کنگرس آمریکا هم 2013 ملاقات کردم، با سناتورایشان، با تمام این پارلمان اروپا، عین که هست. های ملی و آزادی خواه افغانستان حمایت کنیم. یگانه است که منافع ملی افغانستان هم تامین میشه و منافع جهان. سپاس از شما عیسی ساقزایی، رئیس کنگرس ملی افغانستان، سرای و پیکار مدافع حق زن و سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان. ممنون. این بود محور امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.